سلام مجدد به همه شما دوستان عزیز با درس ششم از سری ویدیوهای تمرین زبان سوئدی فصل مقدماتی با شما هستم. خیلی خوشحالم که دوباره اینجا هستید و تماشاچی این درس. امیدوارم که درس‌های 1 تا 5 رو تماشا کرده باشین تا مبانی لازم برای فهمیدن این درس رو داشته باشین. اگر مبتدی هستین که خواهشم اینه به دقت این درس ها رو مطالعه کنین و اگر فراتر از مبتدی هستید منتظر باشید به زودی درس ها وارد فاز حرفه‌ای هم خواهد شد و شما هم میتونین استفاده کنین. از این درس به بعد کم کم قراره که وارد مقوله صفت بشیم. من توی این درس از رنگ ها شروع خواهم کرد. رنگ ها همگی بلا استثناء صفت هستند و از لحاظ گراماتیک از قواعد مربوط به صفت ها پیروی می کنند. توی این درس 6 تا از رنگ های مهم و اصلی رو یاد خواهیم گرفت و 7-8 تا کلمه جدید و ضمایر دن و دت رو هم باهاش آشنا خواهید شد. یاد میگیری که وقتی توی سوئدی میخواید یه شیئی رو یه چیزی رو رنگش رو بگید چطوری باید بیان کنید. میریم که بخش اول رو داشته باشیم. منتها قبل از اون خواهش همینه، اگر براتون مقدور هست یه قلم و دفتر کنار دستتون داشته باشین و مطالب و کلمات جدیدی که یاد میگیرین رو یادداشت کنید، بعدها بتونید مرور کنید. بخش اول رو میریم با هم دیگه داشته باشیم. سه تا رنگ اول رو یاد بگیریم. Vit, 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 vit به معنی سفید هستش. Vit تو این تصویر مشاهده میکنید. Vit, vit. حالا اینجا برای ما جای خالی گذاشته، بالا سه تا رنگ رو نشون داده و از ما خواسته که انتخاب کنیم کدوم vit هستش. این گزینه vit. Vit, svart, svart. رنگ بعدی که یاد میگیریم svart. Svart به معنی سیاه، مشکی. دوستان تلفظ svart یا svart نیست، گوش کنید. Svart, svart، سیاه، svart. اینجا باز یه گزینه خالی داده و از ما پرسیده که کدومی که از اینها svart، سیاه هستش. این گزینه، درود بر شما. svart، röd. قابل توجه پرسپولیسی ها، röd، röd به معنی قرمز. röd. این که گفتیم vit، این یکی هم svart و رنگ رد، قرمز، سرخ. رد. بریم که سه تا رنگ دیگر رو هم یاد بگیریم. بلو، بلو، بلو. رنگ مورد علاقه من بلو، بلو، آبی، بلو، آبی، بلو، بلو. دقت کنید به املای کلمه بلو. اینجا سه تا رنگ رو به ما داده و بلو این گزینه است. بلو، گرن، 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 گرن به معنی سبز. اینجا دوباره فضا رو خالی کرده و به ما گفته که گرن رو از این صدا تصویر تشخیص بدیم. این که بلو بود، گرن تصویر وسط. گرن، گل، گل. رنگ ششمی که یاد میگیریم گل به معنی زرد، گل. این گزینه گل، گل، بلو، گرن، گل. خیلی عالی. بریم بخش بعدی 6 تا رو با هم مرور کنیم یک بار.
بلو، ویت، گرون، سوارت، رد، گل. بریم بخش بعدی رو با هم داشته باشیم. Äggen är röda. Cyklarna är röda. Äpplena är gröna. Pennorna är gröna. Bilarna är vita. Cyklarna är vita. خیلی عالی. توی درس سوم و چهارم و یه بخشی از درس دوم راجع به جمع شدن کلمات با شما صحبت کردم. همونطور که گفتم رد به معنی قرمز میشه، اما اینجا توی تصویر ما یه دونه تخم مرغ نداریم، چند تا تخم مرغ، سه تا تخم مرغ داریم. اگن یعنی اون تخم مرغ ها، اون تخم مرغ ها. وقتی که این کلمه موصوف ما، یعنی چیزی که داریم راجع به رنگش صحبت میکنیم، صفتش رو داریم بیان میکنیم، جمع باشه، به اون رد یا قرمز که یاد گرفتیم یه آ اضافه میکنیم. بنابراین اگر بخوام بگیم اگت یعنی اون تخم مرغه، یعنی یه دونه تخم رو بخوایم بگیم، میگیم رد. ولی وقتی میخوایم چند تا تخم مرغ راجبشون صحبت کنیم میگیم ردا، ردا. این تصویر رو ببینید، سیکل میشه دوچرخه، دوچرخه ها میشه سیکلار، و سیکلنا یعنی اون دوچرخه ها. وقتی داریم راجع به چند تا دوچرخه صحبت میکنیم، یعنی جمع دوچرخه ها صحبت میکنیم، بنابراین صفت ما هم یعنی رد، این هم باید جمع بشه و جمع رد میشه ردا. پس سیکلنا ردا، اون دوچرخه ها قرمز هستن. توی این تصویر ببینید دوستان، اپلنا یعنی اون سیب ها وقتی جمع میشه، گرن به معنی سبز رو هم ما باید جمع ببندیم، میگیم گرنا. پس صفت همیشه تابع موصوف هست از لحاظ گرامری. وقتی موصوف ما اپلنا جمع هستش، بنابراین ما صفت رو هم باید جمع استفاده کنیم، و برای جمع بستن رنگ ها آخرشون یه دونه آ اضافه میکنیم، اپلنا اگرنا، اون سیب ها سبز هستن. پایین رو دوستان ببینید، پننا میشد مداد، قلم، خودکار. پننور میشد خودکارها، قلمها. پننونا یعنی اون قلمها. پس جمع هستش. وقتی بخوام بگیم اون قلم ها سبز هستند، پس باید بگیم گرنا، یه آ آخرش اضافه میکنیم. چرا؟ چون اینجا جمعه. بیلنا اون ماشین ها، ویتا اون ماشین ها سفید هستند. ببینید ویت میشد سفید، ویتا برای زمانیه که موصوف ما جمع بسته شده. سیکلنا ویتا، اون دوچرخه ها سفید هستند. سیکلنا ویتا. اینجا چرا ویت شده ویتا؟ آفرین، چون سیکل نیست اینجا، اینجا سیکلنا یعنی جمع دوچرخه ها اومده، پس یه آ آخر ویت اضافه شده. بریم چند تا مثال دیگه ببینیم. اپلت ایه گرنت. خیلی عالی. اینجا یه مطلب جدید. پس گفتیم وقتی که موصوف جمع باشه، مشابه اون شیشتایی که در بخش قبلی دیدین، آخر صفت یه آ اضافه میکنیم. اما وقتی مفرد باشه و اتورد، دوستان دقت کنید، اتورد توی درس دوم راجع به انورد و اتورد ها صحبت کرده بودم،
وقتی که کلمه موصوف ما که اینجا اپلت هستش، یعنی اون سیبه، اتورد باشه، صفت هم تابع اونه، پس صفتمون هم باید ات بگیره. گرانت تی آخرش اومده، پس گران، گرانت، گرانا. گران برای ان اورد هاست، گرانت برای ات اورد هاست و گرانا برای جمعه. پس هر موقع میخواییم راجع به صفتی صحبت کنیم، نگاه میکنیم ببینیم موصوفش، یعنی اون کلمه که داریم راجع به رنگش صحبت میکنیم، ان اورد مفرده، ات اورد مفرده یا جمعه. اگر ات اورد مفرد بود میگیم گرانت، یه دونه تی آخرش اضافه میکنیم. اپلت گرانت، اون سیبه سبزه. بیلن ای ویت، بیلن گفته بودم بیل یک کلمه ان اورده، همونطور که آخر کلمه را هم میبینید نشانه ان اورد بودن بیل اومده. بیلن ای ویت دیگه رنگ رو خیلی ساده استفاده میکنیم، آخرش تی یا آ اضافه نمی کنیم به خاطر اینکه بیل یک کلمه ان اورد مفرد هستش. پس بیلنر ویت، اون ماشین سفیده. سیکن ای گرن، سیکن یعنی اون دوچرخه. ببینید علامت ان اورد اینجا اومده آخر کلمه، پس سیکن یک کلمه ان اورد هستش، پس آخرش تی یا آ اضافه نمی کنیم و رنگ رو همونطوری که هست میگیم. سیکن اگران، اون دو چرخه سبزه. این تصویر. میلکن ای ویت، میلکم گفته بودم که یک کلمه ان اورده، میلکن اون شیره، ای ویت سفیده، پس ویت ساده استفاده میکنیم به خاطر اینکه موصوفش، یعنی اون کلمه که داریم راجع به رنگش صحبت میکنیم، ان اورده. میوکن اویت، ریست اویت. خب اینجا تفاوت داره. ببینید ریس رو گفته بودیم که یک کلمه ات اورده، آخرش هم میبینید علامت ات اورد بودن اومده. ریست اویت، ویت رو نگاه کنید بدون این تی آخرش، حالت سادش این شکلی یه دونه تی داشت، اما چون این کلمه موصوف ات اورده یه تی آخرش اضافه میکنیم. ریست برنج ا ویت، برنج سفیده. این تصویر. بیلن ا گرن، بیلن ا گرن. اینجا گرن هیچ تغییری نمیکنه چون بیلن ان اورد هستش. امیدوارم که تونسته باشم مطلب رو برسونم. یه بار دیگه با هم دیگه میبینیم میوکن ان اورده، پس ویت رو ساده استفاده میکنیم. ریست ویت برنجه، ببینید ریست دیگه یه کلمه ات اورده، پس یه تی آخرش اضافه میکنیم. به خاطر چی؟ صفت و موصوف باید از یه قاعده تبعیت کنن، یعنی اگر این ات اورده پس اینم باید ات اورد باشه، اگر این ات اورده باید ات اورد باشه، اگر این ان اورده پس این هم باید ان اورد باشه، و اگر جمعه باید موصوف هم جمع باشه. پس ریس ده ویت، بیلنر ویت. ببینید فرق این دوتا ویت رو با هم ببینید، به خاطر اینکه بیلن ان اورده و ریست ات اورد. بیلن گرن اپلت اگرنت سیکن اگرن. بریم بخش بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم. اگت ای بلوت، خیلی عالی. ببینید اگت یعنی اون تخم مرغه، رجبی یه دونه تخم مرغ داریم صحبت میکنیم. ای بلوت، برای بلو دو تا تی اضافه میکنیم، اسنسناهن. اگن ای بلوت،
اون تخم مرغ آبیه. حالا توی این تصویر سه تا تخم مرغ اومده. گفتیم جمع ایگت میشه ایگن. اون تخم مرغ ها ا بلوا. ببینید یه آ آخرش اضافه کردیم. چرا؟ چون داریم راجع به جمع صحبت میکنیم، راجع به سه تا تخم مرغ. پس وقتی موصوف ما یعنی اون شیئی که داریم راجع به رنگش صحبت میکنیم جمع باشه، مثل ایگن یعنی اون تخم مرغ ها، آخر صفت که اینجا بلو هست یه آ اضافه میکنیم. ایگن ای بلوه. این تصویر رو ببینید، یه دونه دوچرخه زرد رنگ داریم. پس سیکن اون دوچرخه ایگول. این تصویر ببینید خیلی ساده استفاده میکنیم راحت، بخاطر اینکه سیکن ان اورت هستش. سیکن ایگول. اما توی این تصویر چند تا دوچرخه داریم و میخوایم راجع به جمع دوچرخه ها صحبت کنیم. پس سیکن ها ا گل. آفرین. بعد گل رو جمع ببندیم. گل. سیکلانا ای گل. اینجا توی این تصویر ما یه دونه ماشین داریم، بیلن سوارت. این خیلی ساده است. اما تصویر بعدی بیلن ای سوارت. اما توی این تصویر ما دو تا داریم، پس جمع میشه بیلنا ای سوارتا. یه آ آخرش اضافه میکنیم به خاطر اینکه اینجا بیلانا جمع هستش. بیلانا ای سوارتا. این تصویر بولن اون توپه، بول به معنی توپ، بول. بولن ای رد. اون توپه قرمزه. این گزینه بولن ای رد. اما توی این تصویر سه تا توپ داریم، پس بلنا اون توپ ها ا قرمز هستن اما جمع رد آ رد دا. بلنا ای رد. خیلی عالی. پس اگر کلمه مفرد بود سوات، ببینید آخرش نداره، اما اگر جمع بود سوات تا. اینجا یه دونه است رد، اینجا چند تا شده ردا. اینجا یه دونه است بلوت، اینجا چون چند تا شده شده بلوا. اینجا یه دونه است گیل، اینجا چون چند تا شده شده گیلا. پس آخر این رنگ ها اگر آ اضافه کنیم برای جمع کردن هست. بریم بخش بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم. رد. خیلی راحته. اینجا حتی اگه تصویر رو هم به ما نداده باشه میتونیم تشخیص بدیم که بیلن هست یا بیلنا. اینجا رد داریم، رد برای مفرد استفاده میشه. پس بیلن یعنی اون ماشینه، بیلنا میشه اون ماشین ها. توی تصویر هم ما یه دونه ماشین داریم، پس بیلن. بیلن ای رد. ای ردا. بیلنا ای ردا. داریم راجع به جمع ماشین ها صحبت میکنیم. ببینید ردا ماشین های قرمز، اون ماشین ها قرمز هستن. پس بیلانا. بیلانا ای رودا ای سوارت. خب اینجا یه دونه گربه داریم، پس سوارت یعنی بدون آ آخرش میاریم. خیلی ساده و راحت. کاتن ای سوارت. اون گربه سیاهه. کاتن ای سوارت. ای سوارتا. اما اینجا دو تا گربه داریم، پس صفتمون یا همون رنگ باید جمع تابع قوانین جمع باشه. سواتا. پس کاتنا اسواتا. کاتنا اسواتا. بریم بخش بعدی رو با هم داشته باشیم. فیسکن ای. خب اینجا یه دونه ماهی داریم دیگه، درسته؟ در حالی که گفتیم رد برای چند تا ماهیه، رد برای یه ماهی فیسکن، اون ماهیه ارد. فیسکن ارد. فیسکن ار. فیسکن اون ماهی ها ارد یا ردا. درود بر شما. ردا. فیسکن ارد.
سیکن ایه. یه دونه دوچرخه داریم. کدوم گزینه؟ گلا یا گل؟ آفرین، چون یه دونه است گل. سیکن ایه گل. سیکلنه ایه. سیکلنه ایه. اون دوچرخه ها هستن. گل یا گلا؟ درود بر شما، چون جمعه چند تا دوچرخه است سیکلنا، پس گیلا را انتخاب می‌کنم. سیکلنا ای گیلا. بخش بعدی رو بریم با هم دیگه داشته باشیم. دوستان هر جایی از ویدیو که خسته شدین استوب کنین، برین یه چای قهوه بنوشین، استراحتی بکنین و دوباره به ادامه تماشای ویدیو بپردازین. ادامه میدیم با هم دیگه برای اونهایی که هنوز خسته نشدن. توی این تصویر یه دونه سیب داریم، اپلت، اون سیبه. ا یه دونه سیب داریم دیگه، اپلت. ا گفتیم رد، چون این اپله کلمه ات اورت هست، یه دونه تی آخرش باید اضافه کنیم. اما ردت یه ذره تلفظش سخت هستش، دی و تی رو وقتی کنار هم دیگه میاریم تلفظش سخته و اصلا شاید غیر ممکن هم باشه، به خاطر همین این کلمه تغییر پیدا کرده به رت. پس اگر کلمه ای ات اورد بود و خواستیم بگیم قرمزه، از رت استفاده میکنیم. اپلت رت، اون سیبه قرمزه. پس شد رد، ردا، رت، رد شد برای ان اوردها، رت شد برای ات اوردها و ردا شد برای جمع. پس این گزینه اپلت ای رت. این تصویر چند تا سیب داریم، اپلنا، اپلنا ای، گفتیم رودا رو جمع میبندیم، پس این گزینه اپلنا ای رودا. مجدد اینجا یه دونه ماشین داریم، بیلن ابلو، این که خیلی آسونه یاد گرفتیم، بیلن ابلو. اما اینجا چند تا ماشین داریم، بیلن ابلو، یه دونه آ آخرش میذاریم چون راجع به جمع داریم صحبت میکنیم، بیلن ابلو. خیلی عالی، پس رت رو هم یاد گرفتیم، شد رد، ردا، رت، بلو، بلو، بلوت. بریم بخش بعدی. دن ای بلو. خب اینجا یه مطلب جدید رو میخوایم یاد بگیریم، با ضمیر دن و دت قرار آشنا بشیم. اگر معادل فارسی برای این دوتا ضمیر بخوایم بگیم، این یا آن هستش معنی فارسیش. توی این تصویر ببینید همیشه قرار نیست بگیم مثلا اون تخم مرغ آبیه، اون برنج مثلا سفیده، اون سیبه. گاهی اوقات میتونیم بگیم اون، بعد یه آن خالی بگیم یا این خالی بگیم. به این ما میگیم ضمیر اشاره. دوتا از ضمیرهای اشاره خیلی معروف در زبان سوئدی دن و دت هستن. ضمیر کلن به کلمه ای گفته میشه که جایگزین فاعل میشه و همون نقش رو بازی میکنه. پس دن بلو، اون هست آبی. اما دوستان دقت کنید، زمانی که داریم راجع به یک شیء، یعنی ضمیر رو میخوایم برای یک شیء ان اورد استفاده کنیم، میگیم دن. اما زمانی که میخوایم راجع به یک شیء یا کلمه ات اورد استفاده کنیم، میگیم دت. حالا داره میگه دن بلو، اون هست آبی، و داره راجبی کلمه ان اورد، راجبی یک شیء ان اورد هم صحبت میکنه. پس اینجا دن بلو، اون آبیه. دن بلو، اون آبیه، منظور بلن هستش، اون توپه آبیه. دن ای سوات. دن ای سوات، اون هست سوارت. ببینید داره راجع به این تصویر صحبت میکنه، یعنی بیلن. همونطور که میدونیم بیل
یک کلمه ان اورده. پس به جای اینکه بگه بیلن سوارت یعنی اون ماشین سیاهه، خیلی راحت و آسونتر داره میگه دن ا سوارت، اون سیاهه. چه بگیم اون ماشین سیاهه، چه بگیم اون سیاهه، فرقی نمیکنه. اما دقت داشته باشین وقتی داریم میگیم بیلن سوارت یعنی داریم راجع به یک کلمه ان اورد صحبت میکنیم، بیل. پس بعد از دن استفاده کنیم. دی ا گولت. حالا داریم راجع به کلمه ات اورد صحبت میکنیم، گولت. راجع به اگ داریم صحبت میکنیم، یعنی تخم مرغ. و همونطور که میدونیم اگ به معنی تخم مرغ یک کلمه ات اورد هستش. پس هم ضمیرش دت میشه و هم صفت تابع قوانین ات اورد هست، گولت. دت ا گولت. دت نمیتونیم بگیم دن گولت. پس دت برای ات اورد ها و صفتش هم ات اورد، دت ا گولت. این تصویر. دن ا گرن. راجع به چیز سبز رنگ ان اورد داره صحبت میکنه این کلمه، این تصویر. بوک گفتیم، بوک یک کلمه ان اورد هستش، یه اون سبزه. دن ا گرن، اون سبزه. اینجا هم ما یه چیز سبز داشتیم، ولی از کجا فهمیدیم که اینه یا این؟ از اونجایی که اگ ات اورده اما بوک ان اورده و این جمله مربوط به یک کلمه ان اورد، یک شیء ان اورده. پس این تصویر. دی ا رت. داریم راجع به یک کلمه یا شیء ات اورد صحبت میکنیم تو این جمله و رت اتفاقا قرمز هم هست. پس این اپلت که اینجاست، این سیبه که اینجاست. دیت ا رت. ببینید دوستان، با توجه به مفاهیمی که من الان بهتون گفتم اگه متوجه شده باشین کامل، نمیتونیم بگیم دن ا رت، باید بگیم دیت، چون راجع به چیز ات اورد داریم صحبت میکنیم. به همین ترتیب نمیتونیم بگیم دیت ا رد یا ردا، به خاطر اینکه داریم راجع به یک مفرد ات اورد صحبت میکنیم. پس باید بگیم دیت ا رت. این تصویر. دی ا ویت. ریس هم گفتیم، ریس به معنی برنج هم ات اورده. پس دی ا ویت هم صفتش یه تی آخرش گرفته، همین که به عنوان ضمیر از دیت استفاده کردیم. خیلی عالی، امیدوارم که متوجه شده باشیم. بریم بخش بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم. خب اینجا یه دونه تخم مرغ داره نشون میده، یه دونه هم هست. ده اون هست یک تخم، یک تخم مرغ دیگه، یعنی مفرده. پس ردا نیست و با توجه به اینکه ات اورده رت خواهد بود. یکی دیگه از ضمیرهای اشاره دوم هست، به معنی آنها. آنها هستند با توجه به اینکه جمع ویت نمیشه، ویتا میشه. دوم ا ویتا. دن ا دن ا. خب اینجا داره راجع به یک کلمه ان اورد، بولن صحبت میکنه و یه دونه هم هست، بنابراین گل یا گلا. آفرین بر ذکاوت شما، گل. دن ا گل. دوم ا. خب اینجا چند تا سیبه؟ یه دونه گرانت به ما داده، یه دونه هم گرانا. گرانت برای مفرد هستش و گرانا برای جمع هست. آنها سبز هستند، اونا سبزن. دوم ا گرانا. اونا سبزن. خیلی عالی، بریم بخش بعدی رو با هم داشته باشیم. دن بلو و گران. خب اینجا قراره که من جمله‌ای رو بگم، این نرم افزار هم داره جمله‌ای رو میگه و
شما باید متوجه بشین که منظور کدوم تصویره. گوش میدیم یه بار دیگه با هم. Den är blå och grön. Den är blå och grön. Den är blå och grön. آفرین، این تصویر blå och grön. اون آبی و سبز، این تصویر. Den är svart och vit. Den är svart och vit. Den är svart och jag har en och vit. Kodum tasvir. Den är svart och vit. Afarin bar shoma. In tasvir. De är röda. De är röda. دم ار دا. آفرین، این تصویر. دم ار ویتا. دم ار ویتا. آنها سفید هستند. خیلی عالی. هوندن ار سوارت. هوندن ار ویت. کاتن ار سوارت. هوندن ار سوارت. اون سگه. ببینی هوندن هستش، بنابراین سوات رو سواتا نمیگیم، همین سوات باقی میمونه. هوندن سوات، یه دونه سگ. اون سگ سیاهه. هوندن ویت، اون سگ سفیده. کاتن سوات، اون سگ، اون گربه سیاهه. و کاتن جای خالی ویت گفتیم. کاتن ا اون گربه هست، ویت. کاتن ا ویت. خیلی عالی، بریم بخش بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم. مونن مونن مونن. خب توی این تصویر ما میخوایم 6 تا کلمه جدید رو یاد بگیریم، 3 تا توی این بخش، 3 تا هم تو بخش بعدی. مونن، مون به معنی ماه هستش. مونن اون ماهه، یعنی راجبه یک ماه خاصی داریم صحبت میکنیم. مونن مونن ماه، مونن ماه. توی این تصویر اینجا یه مونن داریم. مونن سولن سولن. پس مونن و سولن، سولن میشه خورشید. چون خورشید و مونن اینها، یعنی ماه و خورشید، چیزایی هستن که همه میشناسن و میدونیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم دیگه. همه دنیا وقتی میگیم خورشید میدونن راجع به چی داریم صحبت میکنیم، وقتی میگیم ماه میدونیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم. پس اصولا اینها رو به صورت بستنفو مونن ماه و سولن خورشید استفاده میکنن. توی این تصویر دوباره جا خالی داده، گفته سولن. کدوم هستش؟ اینجا سولن. هیملن. هیملن هم به معنی آسمان هستش. هیملن آسمان. هیملن هیملن. خب پس شد مونن ماه، سولن خورشید و هیملن به معنی آسمان. بریم یه ست کلمه دیگه یاد بگیریم. ات ترد ات ترد ات ترد. ترد به معنی درخت، همونطور که میبینید ات هم گذاشته، پس این کلمه ات اورده. ات ترد یک درخت. ترد درخت. اینجا ات ترد ان بلوم ان بلوم. بلوم به معنی گل. ان اورد هم هست. ان بلوم ان بلوم ان بلوم. گرس. و کلمه ششمی که یاد میگیریم گرس به معنی چمن، غیر قابل شمارش هم هست. میگیم گرس. ات اورد هم هست. گرس چمن. گرس چمن. پس شد ترد درخت، بلوما گل و گرس. خب 6 تا کلمه راجع به طبیعت یاد گرفتیم، بریم یه با هم مرور کنیم این 6 تا رو. مونن سولن هیملن ات ترد en blomma gräs. Månen ma solen
خورشید، هیملن آسمان، ترد درخت، بلوما گل و گرس چمن. بریم حالا از اینها راجع به رنگ‌هاشون صحبت کنیم که یادشون گرفتیم. گرست ای گرنت. گرست چمنه. ا گرنت چمنه سبز. نگاه کنید گرست ات اورده. پس گرون یه تی آخرش اضافه میشه. گرست ا گرنت این تصویر. مونن ا ویت. مونن ا ویت ماه سفیده. ماه سفیده. ببینید مونن ان اورد هست، بنابراین توی ویت تغییر رو مشاهده نمی کنید. مونن ویت. بلومان ا رد. بلومان گفتم بلوما ان اورده. بلومان ا رد. پس رد رو خیلی ساده به حالت اولیش استفاده می کنیم. بلومان ا رد. گل قرمزه. هیملن ا بلو. ببینم که تابلو دیگه. هیملن ابلو آسمون آبیه. هیملن ابلو. سولن اگول. سولن اگول. از اینجا که ما ببینیم همیشه خورشید خودشو زرد رنگ نشون میده. سولن اگول خورشید زرده. با توجه به اینکه سولن یک کلمه ان اورد هست، پس در گیل یک هیچ تغییر ما به وجود نمیاریم، بیم گیل. خیلی عالی. بریم بخش بعدی رو با هم دیگه داشته باشیم. سولن ای گول. اپلت ای گولت. هیملن ای بلو. اگت ای بلوت. اینجا یه بار دیگه مرور میکنیم با هم. پس اگر کلمه ان اورد بود مثل سولن، میگیم ای گول. گل رو همینطوری مثل خودش استفاده میکنیم. اما وقتی کلمه ات اورد باشه مثل اپله اپلت، میگیم ات گلت. یه تی آخرش اضافه میکنیم. مثلا هیملن یه کلمه ان اورد هست، پس میگیم هیملن ابلو. وقتی که داریم راجع به کلمه ات اورد مثل اگت تخم مرغ داریم صحبت میکنیم، میگیم ابلوت. استثنان دو تا تی آخرش میگیره. ترد گفتیم که یک کلمه ات اورده، میگیم ات ترد یا تردت. درخت ا رد قرمزه. رد تبدیل به رد شد به خاطر اینکه اینجا ات اورده. این تصویر. تردت ا گولت. تردت ا گولت. ببینید باز هم تی اومده به خاطر اینکه ترد یک کلمه ات اورده. درخت زرده. تردت ا گرنت. اینجا هم درخت سبز. ببینید تی اومده. تردد گرنت. خیلی عالی. بریم بخش آخر رو با هم دیگه تماشا کنیم دوستان عزیز. اگت ای. اگت. راجع به یه تخم مرغ داریم صحبت میکنیم. اگت. تخم مرغ ا. ویت یا ویت. تلفظی جفت چون یکیه. نوشتارها متفاوت است. اگت گفتیم یه کلمه ات اورده. پس تی باید آخر ویت بیاد. این گزینه. اگت ای ویت. بیلن ای. خب بیل اما یک کلمه ان اورده، بنابراین تی آخرش نمیاریم، ساده استفاده میکنیم ویت رو. بیلن ای ویت. بولن ای. بولن اون توپه. خب این یک کلمه ان اورده، آخرش هم میبینید علامت ان اورد بودنش رو، بنابراین گرند رو ساده استفاده میکنیم. گرند برای کلمات ات اورده، در حالی که بولن ان اورده. پس گزینه بالا. بولن ای گرند. گرست ای. گرست چمنه. ای. خب ببینید علامت ات اورد بودنش رو آخرش داریم میبینیم، پس صفتمون هم یا همون رنگمون هم باید آخرش تی بگیره، یعنی تابع قوانین ات اورد باشه. پس جواب ما گزینه بالاست. گرست ای گرنت. خیلی عالی. ممنونم از همراهیتون با این ویدیو آموزشی. سوالاتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید، من پاسخ خواهم داد. درس های بیشتر و حرفه‌ای‌تر رو در کانال تلگرام آکادمی آنلاین زبان سوئدی میتونید دنبال کنید.
توی بخش توضیحات لینکش رو براتون میذارم. امیدوارم که این درس هم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اگر که دوستش داشتین و فکر میکنین که دوستانتون هم نیاز به اون دارند، در صفحات فیسبوک خودتون یا کانال های تلگرام، صفحات چت واتساپتون اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارین. باز هم ممنونم از همراهیتون. تا درس بعدی شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.